با سلام و درود حضور بینندگان عزیز برنامه راه حل، من سعید سلطانپور مجری برنامه راه حل در تلویزیون اینترنتی یو اس ایران تی وی در شامگاه دوشنبه شب 24 فوریه 2014 برابر با سه‌شنبه صبح 6 اسفند 1392، یعنی الان ساعت 6 و 18 دقیقه به وقت تهران و ساعت 9:49 به وقت تورنتو هستیم، این برنامه رو خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. برنامه بخش اولش هستش با آقای جلیل مرتضوی در ارتباط با کنگره حزب لیبرال کانادا که در مونترال برگزار شده از تاریخ 20 تا 23 و من هم اونجا بودم. بعد از اون گزارش ها رو خواهیم داد. کنگره لیبرال ها من فکر میکنم اگه اشتباه نکنم تنها خبرنگار اقلیتی بودم که تو ساعت اونجا بودم، بقیه همه از رسانه های اصلی کانادایی بودن و خب در حال جای تشکر داره از مسئولین به ویژه آقای حقو که این زحمت رو کشیدن و امکان این گزارش رو برای ما تهیه کردن و در حال ما چند روزی رو در مونترال بودیم، منتها خب در حال نشد از اونجا مستقیم گزارش بدیم. الان در خدمتتون هستیم. آقای مرتضوی سلام عرض می‌کنم. آقای سلطان بر اجازه بدید من هم از بوستون بزرگ با هوای تقریبا سرد 26 درجه فارنهایت به شما سلام کنم. صبح بخیر بگم به هم میهنانم در اون سوی دریاها و همچنین شب بخیر بگم به دوستان در کالیفرنیا که اونا همینه که 3 ساعت از ما عقبترن. انشالله که حال همه خوبه و در خدمتتون هم. خدمتتون عرض کنم که آقا شما چه خبر از البته کنگره آقای مرتضوی؟ 3000 نفر اومده بودن، از این 3000 نفر به جرئت میشه گفتش که 2700 تاش سفیدپوست بودن، 300 تاش اقلیتی بودن که من میدیدم، البته دو تا مجری برنامه خب سیاه‌پوست بودن که به یکشون فرانسوی صحبت میکرد، مجری قسمت اول، یکی هم و یک خانومی هم بعدن از بومیان کانادا بود، یعنی در حقیقت روی صحنه، ولی تکنیکلی نشون میداد، یک واقعیت رو نشون میده که سیاست در کانادا چیه. این هم میگن نه به عنوان این که چیز کنیم، نه به عنوان اینی که یاد بگیریم، باید حضور داشته باشیم، تلاش بیشتری بکنیم تا بتونیم اونها، چون من با خیلی از نمایندان صحبت میکردم، خیلی از در مورد اطلاعاتشون در مورد کامیونیتی ایرانی اطلاعاتی بودش که متاسفانه از طرف یک جناح به خصوص که وابسته به یک جریان خاص جنگ طلب و تحریمی هستن گفته میشد و خنده دارم. بفرمایید استاد. اتفاقا آقای سلطان بود خیلی جالبه، کنوانسیون حزب لیبرال ها زمانی تشکیل میشه در مونترال که 2-3 روز قبل یکی از مفسران معروف تورنتو گلوب اند میل جفری سیمپسون در روزنامه تورنتو گلوب اند میل نوشته بود که تا چند وقت پیش ها در دنیا کانادا یه اسمی داشت، حداقل اگر نفوذی نداشت، ولی خب با توجه به موضع مختلف آزادی خواهی مردم به حرفاش گوش میکردن، ولی دولت آقای هارپر یک کاری کرده که خودش انداخته در کمپ اسرائیلی ها دیگه اون 2-3 تا احترامی که ما در دنیا داشتیم و کم و بیش به حرفای ما گوش میکردن و کانادا میتونست نفوذی داشته باشه اون از بین بردیم. حالا کانادا مونده و خودش همراه با فقط یک موضوع و این حزب لیبرال ها زمانی این کنگره را برگزار می کنند که اینها 2 تا استراتژی خیلی موازی می خوان بازی کنند. در این زمان می خوان به کانادایی ها بگن که نگران آینده اقتصادتون نباشید، ما سعی می کنیم در بهترین شرایط اونا را مدیریت کنیم و ضمناً می خوان که آبروی کانادا را یک بار دیگر که از دست رفته در دنیا اونم به دست بیاریم. این تقریبا تیم کل مبارزات انتخاباتی آینده هستش، ولی در آمار اقتصادی
البته اینا آمارهایی که خود تورنتو گلوب و میل مخیله همین در روزنامه امروز خودش هم نوشته که در مدیریت اقتصادی هنوز محافظه‌کارا یعنی دولت آقای هارپر و یاران 13% بیشتر محبوبیت دارن در میان کانادایی ها. آنجوری که خیلی جالبه که پسر معروفترین سیاستمدار کانادا آقای تروتو که جاستن تروتو پسرشه و ایشون میخواد زمامی رو به دست بگیره، ایشون میخواد که از تجربه مبارزات انتخاباتی آقای اوباما استفاده کنه. به این منظور چون معاون رئیس کل انتخابات آقای اوباما به حزب لیبرال ها دعوت شده بود و اونجا سخنرانی کرده، این خانوم گفته بود که ما با توجه به این برنامه ریزی که داشتیم که محافظه کارها میخواستن از نقطه نظری که اونا مدیران قوی هستن در امور اقتصادی، ولی ما چسبیدیم به پیام خیلی ساده که آقا در این زمان ما میخواییم که اقتصاد را برای اونهایی که نیاز دارن به کمک اونها بریم، ولی در این زمان نمیخواییم که پولدارا را بیچاره بکنیم. و با این استراتژی اومدیم در مقابل یک بیزنسمن میلیونر مثل میدرامنی وایستیم. میدرامنی حرفای گنده زد، با آدم های گنده رفت آمد کرد، ولی پیام ما خیلی ساده و صمیمی بود که مردم عادی خیابا میفهمیدن و همین کارو پیشنهاد کرده که رفقای لیبرالشون در کانادا انجام بدن بر علیه هارپر و یاران، چون کانادایی ها در این زمان که نمیخوان مالیات میدوکست رو برن بالا، ولی از نقطه نظر بعضی از چیزها باید مدیریتی داشته باشن که بتونه افراد نیازمند کاراشون رو با کمک دولت پیش ببرن. مثلا یکی از چیزهایی که جنبالی اونجا بودی متوجه شدی داشتن همین آمادگی برای بچه ها یعنی پریکی، میخواین که قانون تصویب بشه، این یه قانون جهانی باشه در کانادا که بچه ها بی برو برگرد در هر جای کانادا که زندگی میکنن دسترسی به این آموزش قبل از ابتدایی را با خرج دولت انجام بدن در هر جای کانادا که باشن. این یکی از استراتژی های لیبرال ها در این بحث، ولی از نظر مدیریت اقتصادی و رسیدگی به افراد نیازمند که در ایران اونها را مختصری گفتن یکی از موضوع های اصلی آقای جاستن تروتو بود. خدمتتون عرض کنم که آقای مرتضوی، چهار تا از مشاورای آقای اوباما، کسانی که تأثیر داشتن، که مشاور اقتصادیش بود، یکی مشاور سوشیال مدیاش بود، اینا همه دو تا دیگه هم بودن، الان اسمشون یادم نیستش، چون دفترچم دستم نیست، ولی اونجا بودن و جزء چیزا صحبت کردن تو این مسئله، خیلی صحبت کردن، در حال مثلا آقایی که در مورد سوشیال مدیا اینا صحبت میکرد گفتگو کردن و جمعیت هم بیشتر خب جمعیت جوونی بود. آقای تورودو هم یک سخنرانی خیلی قاطعی کرد در روز شنبه و در حقیقت خود هارپر رو جدا کرد از محافظه‌کارها و از گذشته محافظه‌کار، از مکدونالد که بنیانگذار محافظه‌کارهای کانادا بوده و بعد جوری به قول خودمون زایش کرد. ولی نکته‌ای که بود، خب همه‌شون هم میگن همین، با ما به میدل کلاس، به طبقه متوسط کانادا کار داریم، ولی اینکه چگونه میخوان به طبقه متوسط کانادا برسن هیچ چیزی نگفت. ولی در حال کانونشن خودش هم عنوان یک راکستار صحبت نه در حقیقت چیز بود، خیلی استقبال میکردن، ولی به قول رسانه ها خب مهر خودش رو زد و الان دیگه لیبرال ها با جاستین تورودو هماهنگ شدن و در حالی که از تشکرم کرد از آقای اروین کاتلر، یکی از رهبران قدرتمند حزب لیبرال که خب میدونید که از اسرائیلی کانادایی هستش،
در حال متاسفانه در جریانات کمیته ایرانی همشون دخالت بیجایی میکنه. من اونجا قرار می‌خواستم باش گفتگو کنم، بشن گفتیم آقا یه روزی باید بشینیم بحث جدی بکنیم که بگید واقعیت کمیته ایرانی چیه. اون چیزی که شما فکر میکنید نیستش، یعنی مرزبندی وجود داره بین حاکمیت ایران و مردم، اینا اختلافه و شما نمیفهمید، دارید اشتباه میکنید. در حال خدمت رو عرض کنم که خیلی کنگره‌ای بودش که در هر حال انرژی داد به نیروهای لیبرال ها. حالا من نمیدونم آمریکایی اصلا در این رابطه روزنامه‌هاشون چیزی نوشتن یا ننوشتن. چرا اتفاقاً روزنامه وال استریت جورنال تیتری داشته، بعد گزارش‌های اسوسییتد پرس مخابره کرده به سراسر روزنامه‌های آمریکا. چیزی خیلی جالبی که من در این گزارش ها خوندم، چون وقتی کنوانسیون داشت پایان می‌یافت و رسانه‌های کانادا می‌خواستن با آقای جاستین ترودو مصاحبه کنن، ایشون حاضر نشد و من دلیلش رو می‌دونم چرا، و بسیارم فکر خوبی بود، چون این رسانه‌هایی که جز ناوگان خبری بعضی از این شرکت ها هستن. صدای من میاد آقای؟ بله. جزی از این کمپانی های ملتای بیلین دالر کورپوریشن هستن، میخواستن که اونجا یخه آقای ترودو رو بگیرن، و چون این استراتژیش در حال شکل‌گیریه، چون تمام مشاورین اقتصادی و اجتماعیشون هنوز پلن واقعی را برای اجرای برنامه بیرون ندادن و نمیخوان که آقای ترودو بیگدار با بزنه و حرفایی توی مصاحبه ها بگه، و به همین خاطر وقتی رسانه پرسیدن گفت من حرفامو در اون سخنرانی زدم، شما هم که بودید تو سالن میتونید از اون سخنرانی استفاده کنید. اینه که تا نزدیک های انتخابات نشده و این استراتژی کاملا در دایره فکری آقای ترودو حل پس نشه بیرون نمیدن، و ایشون هم به نظر میرسه که با رسانه های سراسری مصاحبه نخواهد کرد تا اینکه تمام مشاوراش روی اون استراتژی که برنامه ریزی کردن تصمیم بگیرن که اون بشه کمپین مسیج یا پیام کمپینشون، و به نظر میرسه که بسیار درست عمل کرد، انتقادهای خودشو کرد، سخنرانی‌ها رو کرد، مجلس رو گرم کرد، انرژی داد و یک نویدی هم داد برای کانادایی‌هایی که نگران نباشید، ما نه تنها میتونیم حساب کتاب‌های اقتصادی شما رو بررسی کنیم، بلکه با یه برنامه جدید حاضریم برای مدیریت اقتصادی که نگران آینده نباشید، چون یکی از مشکلات خیلی از کشورهای غرب و سراسر دنیا به ویژه غرب اینها نگرانی آینده زندگیشون هستن که بعضی اقتصادی اگر به این شکل بره پنچلو، اینها دیگه برای بازنشستگی خودشون چیزی نخواهند داشت. هر که پول داره میتونه، هر که نداره به هر حال عقب میمونه و گرفتار خواهد بود. اتفاقی یکی از سوالی که من خواستم ازش بکنم، ولی خب میگم خب فرصتی هم نبود، بعد شرایطش هم نبود، البته خب خوب اونجا بودیم خیلی میومد میرفت. یکی از صحبت‌هایی که می‌خواستم بکنم اینکه آیا آقا قصد دارید به خاورمیانه سفر بکنید یا نه. یکی از ضعف‌هایی که رهبران سیاسی کانادا دارن اینه که با خاورمیانه اصلا آشنا نیستن. تنها کسی که رفته بود مارک لیگناتیوف بود، خب یک شناخت خوبی از ایران داشت، دو سه بار رفته بود ایران و خب اونم البته خب باختش بیشتر بخش روشن فکر بود، ولی خب خیلی مهم بود. یک نکته دیگه‌ای که هست اینه که من به از مرحوم جک لیتون تو 2008 و 2000 وقتی رهبر حزب شدم بهش گفتم که ببین کی میخوای بری تو چیز، 2010 بود ازش مصاحبه کردم، گفتم که تو نمیخوای بری میدل ایست خاورمیانه، و فعلا باید برم سراسر کانادا رو بگردم تا مردم آشنا بشم و مردم کانادا آشنا بشم، حتما میرم. خب ولی متاسفانه عجل مهلتش نداد و دیگه رفت. واقعیت اینه اینا اگر برن تو منطقه رو از نزدیک ببینن خیلی تأثیر داره، نمیتونن همین راحتی افرادی که مغرضن، افرادی که اصلا نمیدونن چه خبره تأثیر بذارن، تأثیراتی که
به جامعه ایرانی تأثیر منفی میذاره، تو رشد ما تأثیر داره، تو وحدتمون تأثیر داره و تو حضور سیاسی اجتماعیمون تو کانادا تأثیر داره. احتمالا تو آمریکا هم همینه دیگه. درسته آقای سلطانپور، یکی از فرقای اساسی بین جمهوری خواها و دموکرات ها یا محافظه کارا و لیبرال ها اینه که محافظه کارا اصولا با برخورد و مذاکره و تفاهم و اینجور چیزها میانه ای نداره با خارج. اینها تنها چیزی که بلدن که کنترل کنن و بهره برداری اصلی به نفع شرکت ها و کمپانیایی که نمایندگی میکنن. لیبرال ها سعی میکنن که نقطه نظر خیلی ها را در کشورهای مختلف مورد مطالعه قرار بدن، با اونها ملاقات کنن، از دیدگاه های اونها آشنا بشن که پلن بی دارن همیشه. ولی محافظه کارهای سودن نه، و الان هم که همونطور که در اول برنامه خدمتتون عرض کردم، روزنامه تورانتو گلوب هم در مقاله جفری سیمسون به این اشاره کرده بود که کانادا به این شده اهمیت نداده در مدت زمامداری آقای هارپر، و ما میگفت اون یه ذره آبرویی که داشتیم رفته به خاطر اینکه فقط یه موضعی به خصوصی را دنبال کردیم و اون هم دنبال روی گفتگو بود آقای مرتضوی که به نظر میاد که قطع شدش. الان خدمتشون دوباره خواهیم بود، الان شمارهشون رو میگیریم. بله آقای مرتضوی بفرمایید. اشاره شده بود در حقیقت یه نوع هشدار بود، یه نوع آگاهی بود به دولت مردان کانادا که کانادا دیگه در دنیا نفوذی نداره، به خاطر اینکه اون استقلال فکری سیاست خارجیش از دست داده با رفتن زیر چتر اسرائیل. و اینو فکر میکنم لیبرال ها میتونن و حتی در سیاست خارجی قوی هستن، منتها لیبرال ها باید یه موضع دیگه اقتصادی برای چارچوب مسائل داخلی در نظر بگیرن، و اونم دلیل اصلی که مشاورین و معاون رئیس انتخابات آقای اوباما رو دعوت کرده بودن صرفا میخواستن این مسئله را با اونها در میان بذارن، کمک فکری باشه که اینها چجوری با میدرامنی مواجه شدن به عنوان یه بزنسمن که بتونن با هارپر همین روش رو برن. ولی اینجا باز هم اونا باید بیشتر فکر کنن، به این خاطر که میدرامنی رئیس دولت نبود، میدرامنی به عنوان یک بیزنسمن در حقیقت کاندیدای حزب محافظه کار جمهوری خواه بود، ولی هارپر الان در رأس قدرته، چون میدونی که همیشه وقتی اونایی که در رأس قدرت هستن دست بالا را دارن از نقطه نظر مثلا روابط عمومی، مطبوعات فلان، چون اونا میتونن هر روز کنفرانس مطبوعاتی بدن و رسانه هم پخشش کنن، ولی به همین اندازه این وقت در اختیار مخالفین آنها قرار نمیگیره چون در رأس دولت نیستن. این شکلیه. بله در خدمت شما هستم که اینا همه بحثایی خب جدی است که خب میشه و در حال میبینیم که هست. ببینید اتفاقا خود اونها میدونستن، یه اشاره کردن که آقا دولت اشاره میکردن، خود آقای ترودو اشاره کرد که به اصطلاح این اعتبارش رو از دست داده کانادا، و خیلی هم خوب شروع کرد، گفتش که محافظه کارها همسایه های ما هستند و اینها چیز نیستن، اینها به اصطلاح از بیرون نیومدن، و در حال نکته ای که هست اینه که ولی در حال اینا به خاطر این به آقای هارپر رأی دادن که فکر میکردن یک اصولی رو ایشون داره میبره، ولی اصولشون یادشون باشه، اصول تو یک نکته مهم اینه، من برای لیبرال های ایرانی میگم، تو رو یک سی خیلی خوبی گفت، گفتش که آقا اینا که رأی دادن محافظه کارا رأی دادن فکر کردن اصول فاندامنتالیستی اصولی بنیانی مکدونالد که بنیانگذار حزب محافظه کار بود و خب نقش بزرگی داشت کانادا تو اتحادیه و اینا، تا
تو ساختن قطار و تو این چیزها، خلاصه خیلی آدم مثبتی بوده در حال تو اون زمان ها، گفت اینا. ولی الان هارپر اومده اصول خودش رو تو خونه ها آورده، گفت مردم این رأی دادن که بره نماینده اونا باشه، ولی الان هارپر چیز شده آورده نظرات خودش رو به جای اینا اعمال میکنه. همین کاری که ما میبینیم برخی از نمایندگان لیبرالی که مدعی لیبرالیسم هستن در این اونتاریو کانادا، متاسفانه نظر عوضی که نظرات کامیونیتی یا شهرشون رو برن میگن، نظرات خودشونه که خیلی ایزولم هست، به عنوان نظرات جامعه ایرانی به این بندگان خدا میگن. و خب از اون برم به خاطر وحدت تو گذشته ها هیچ کس، همه ما ها سکوت میکردیم چیزی نمیگفتیم، و اینا متاسفانه رفتن این مسئله رو بزرگش کردن. آقا داستان اینه، شما که کسی که نماینده میشه بایستی نظرات مردمش رو ببره، نظرات اون حوزه رو ببره، نه که نظرات خودش رو تحمیل بکنه. مردم انتخابش میکنن که این به جای بقیه حرف بزنه. اینو هنوز نفهمیدم، ولی ترودو به خوبی اینو مشخص کرد و امیدوارم که لیبرال ها گوش بدن و یاد بگیرن، حداقل اونایی که نامزدن یا نماینده هستن یاد بگیرن. دقیقا همینطوره. ببین مثل همین که شما اشاره کردید، مثلا اینها یه تعداد خیلی خیلی محدودی از مثلا در جامعه ایرانی میشناسن که توسط اونهایی که موضع صهیونیست‌ها را به این جزء استراتژی اول کار خودشون قرار دادن، به وسیله اونها پیش میبرن و همین پیامم هم میخوان مثلا به دولت برسونن، و برای اینکه یه مقدار برای خودشون از نقطه نظر اعتبار سخن میان، مثلا یکی دو تا ایرانی ها رو میبینن، ایرانی هایی که موضوع هاشون مشخصه دیگه، چون اینا ایرانی ها هستن که در مخالفت مثلا با دولت از ایران رو ترک کردن و اینجا پناهندگی گرفتن. خب اینا معلوم مشخصه دیگه موضوع هاشون، حالا چون برای اینجا پناهنده اونا رو میارن، بعد اون نقطه نظرهای خودشون رو توسط این افراد میان مثلا به پارلمان و دولت مردان و هر کس دیگه اعلام میکنن. مثلا ما الان داریم میبینیم موضع مثلا اتمی ایران در نظر بگیر، به همین خاطر در کانادا اینه که موضع آقای جان برد و آقای هارپر در مورد مسئله اتم ایران دقیقا همین موضع هستش که نتانیاهو داره میگه، که اصلا ایران داره بمب میسازه و به هیچ وجه با ایران نباید مذاکره کرد مگر اینکه تمام برنامه های هسته‌ای خودشو کلن و کاملا باید جمع کنه و بریزه دور. حالا جالبه که آقای سلطانپور، خدمتتون بگم مثلا این هفته در امریکا یک کتابی چاپ شده، این کتاب به قلم آقای گرت پورت نوشته شده، اسم کتاب هست Manufacturing Strategy، که در مورد چیزی اتمی ایران به عبارت ساده یارو نوشته بود که اینها بحران‌های ساختگی در مورد مسئله اتمی ایران. گفت تا الان شما هرچی در رسانه‌های معتبر امریکا در رابطه با مسئله اتم ایران خوندید همه اینا ساختگی وجود خارجی نداره. حالا دلیل این که آقای گرت پورت میگه اینه، میپردازه به کل تاریخچه اتم ایران. حالا من یکی دو نمونه رو خدمت رو میگم، چون میگه که رسانه‌های معتبر با توجه به موضعی که صاحبانشون در مورد ایران دارن نمیتونی داره بنویسن. یه نمونه میگه که در ما که از اول میگفت نیروگاه اتمی به ایران فروخته بودیم و ایران هم همیشه هم سوختشو ما میدادیم، بعد از اینکه انقلاب شد اینا دیگه امریکا سوخت نمیداد، ایران مجبور شد چیکار کنه؟ برای تهیه سوخت به فرانسه بره، و فرانسه هم میخواسته این کار رو بکنه، ولی دولت آقای ریگان فشاری که آورد به فرانسه این کار رو نداد، و کشورهای دیگه اروپایی هم همینطور. به همین خاطر ایران مجبور شد برای اینکه سوخت مورد نیاز خودش رو تهیه بکنه، تصمیم گرفتش که برای تولیدش، چون نمیتونست بخره،
و از بازار سیاه اینو خریداری کرد، سانتیویج و اینجور چیزا. ولی میگه همه میدونن که ایران نه دارای بمبی هست نه هیچی، و ما میگه خود ما باعث شدیم که ایران بره دنبال غنی‌زاده. حالا میگه چرا این کارو میکنن، چرا این همه ایران رو بزرگ کردن و خطرناک و اینا. این اشاره میکنه بعد از فروپاشی شوروی که وقتی آقای رابرت گیت شد رئیس سی‌آی‌ای، اونجا استراتژی بر این بود که آقا ما برای اینکه بتونیم بودجه دفاعی اینجور چیزها رو در امریکا تصویب کنیم مجبور هستم بحرانی بسازیم، چون اتحاد جماهیر شوروی که از بین رفته اون همیشه بزرگترین عامل تصویب بودجه های قوی بود. بعد اینا تصمیم میگیرن ایران را جز این بحران قرار بدن، و بحران کوچیک نمیدونستم بگم مثلا ایران حقوق بشر رو رعایت نمی کنه، ایران به مردم خودش نمیرسه، ایران نمیدونم مخالفانش رو میکشه، اینا که خریدار نداره، چون خیلی کشورها این مشکل رو دارن. اومدن بحران به این گونده ای ساخت. این همه حرفای هستش که آقای گرت پورت در همین کتاب خودش بحران به ساخت بحران ساختگی امینیسه، میگه اینا باعث شد که ایران رسید به اینجا، و الان هم که داریم مذاکره میکنیم رسیدیم به اینجا. میگفتش که امریکا تا سال 2012 هرگز با ایران علاقه نداشت مذاکره کنه، حتی توی مذاکره یکی دو بارم گفت سدریک با هم صحبت کرده بود، ولی هر جدی نبود، تا اینکه آقای اوباما در سال 2012 تصمیم میگیری جدی بره ببینه ایران چی میخواد و چی میده در مذاکره که میخواستن انجام بدن. یعنی از همه این صحبت ها برمیگردیم به همین چیز که چه کسانی این ادوایس ها رو میدن، و دلیل این که این را در واشنگتن و اوتاوا استفاده میکنن همه بهره برداری اقتصادی برای تصویر بودجه ها. خدمت شما تا الان رو تصویر رو صفحمون هست، خانم سارا فریمن نماینده لیبرال ها بودش که از منطقه تورنتو روزدل به اصطلاح اونجا به جای بابره انتخاب شد، در یک رقابت خیلی پیچیده تو با الیکشن میان دوره چند ماه پیش انتخاب شد، و ایشون مصاحبه داره میکنه با مشاور اقتصادی آقای اوباما که در حال ایشون خیلی چیز کرد، خیلی هم از سیاست های لیبرال ها دفاع کرد و در حال خیلی کردیت داد و نشون میده خب خیلی هزینه زیادی کرده بودن که یک همچین چیزی رو نزدیک کنن. از جاستین ترودو یه چهره همونجوری خودتون گفتین، چهره ای که با سیاست های اوباما داره پیش میره چیز کنن و اونجوری نشون بدن، و در هر حال حداقل نیروهای خودشون رو آماده کنن برای انتخابات 2015. البته یک نکاتی هستش که بد نیست بدونیم، اینی که اولا اود رژیم لیبرال ها نبودن، بسیاری از افرادی که لیبرال قدیمی بودن مثل ژان کریتیان اونجا نبودن، از سناتورها، از 26 تا سناتور که لیبرال ها دارن دو تاشون فقط بیشتر اونجا نبودن، سناتور آرتور گیلتون بود و یکی دیگه بود، یعنی از تیم قدیمی کمتر کسی رو اونجا دیدم. اتفاقا با یکی از میان سالاشون به نام پاتریک من اونجا صحبت کردم، گفتم نظرت چیه، 65 6 سالش بود، گفتش که آ خیلی خوبه که اون قدیمی ها رفتن. در حال یک چهره جدید، یک نیروی جدیدی توی حزب، ولی اینی که آیا گذاشتن کنار این قدیمی ها، مثلا پول مارتین روز یک شنبه اومدش اونجا ولی خب هیچ کس تحویلش نگرفت، ولی خود پول مارتین هم گفت نخست وزیر قبلی، رهبر حزب قبلی که باعث همین شکست ها هم یک بخششون بود، گفتش که خب در حال دوران اینها هست، ولی دوران جوان ها، ولی در حال بیشتر شبیه کنسرت بودش تا اینکه، یعنی دیگه به قول من به قول اینجوری خیلی فان بودش دیگه. در حال ندیدم کل کنفرانس ها معمولا اون حالتو داره، چون هم حالت جدی داره، هم حالت سرگرمی و هم حالت دیده بازی. ببینم آقای رابرت فورد هم اونجا بود، از آقای رابرت فورد نه خیلیشون نیومده بودن، اتفاقا ایشون نه خیلی نیومده بودن و در حال چیز بودش، ایشون هم که تو تورنتو هستن دیگه. نه اتفاقی رقیب جدی امروز براش پیدا شد، آقای جانچوری، یکی از محافظه‌کاران، رهبر سابق حزب محافظه‌کار اونتاریو که البته همیشه شکست می‌خوره و شکست خورده بود، ایشون چیز شد، ایشون
اتفاقا یه آماری که اون موقع که آقای راپورت جریان مشکلات مواد و اینا داشت، آماری که در کانادا اومده بود میگفتش که اگر انتخابات همون روز انجام میشد در زمان بحران آقای رابرت فورد و آقای هارپر هم به عنوان رقیب میشد، آقای فورد میبرد انتخاباتو، چون بعد که محبوبیتش در میان کانادایی ها خیلی بالا بود، به این خاطر محبوب بوده که گفتن آقا اون چیزی که اومده اتفاق افتاده اومده گفته و گفته آره من این کاری کردم این کاری کردم، بخشش اشتباه بوده، بخشش هم خوب عقلم نمیرسید و مردم در کانادا به این سادگویی و صداقت همیشه قبول دارن، به خاطر اینکه اشتباه رو همیشه از آن آدمایی میدونن که انسانه و رابرت فورد هم یکی از اینا. یعنی منظور من که آقای فورد حالا به چی در این نیومده تو این کنوانسیون میتونست نقش زیادی بازی کنه، البته همیشه یکی این مدار پاپیلر باشه سعی میکنن از میکروفون دورش کنن، این استراتژی هستش که دموکرات ها استفاده میکنن، ولی من میدونم که آقای تروتو و یارانش در آینده در فکرن که دو نفر رو استخدام کنن برای مبارزات، یکی پال بگالا خواهد بود از امریکا، یکی هم جیمز کارویل، این دوتا از استراتژیست های معروف حزب دموکرات هستند که در انتخابات آقای کلینتون همیشه نقش مهمی بازی کردن، هم در انتخابات آقای اوباما. یعنی کلن برنامه ریزی لیبرال ها را اینا خیلی خوب میتونن پکیج کنن. آقای مرتضی خدمت شما عرض کنم که من چند تا مرحله ببرم در رو صفمون، روز اول همون روزی که همزمان مراسم بود که چند نفره، 4 نفر بودن، یعنی 3 تا جوان بودن اومدن که بالام اسمشون بالام میبینید تصویرشون رو، اینا اومدن اعتراضی کردن در رابطه با اینکه به فرانسه میگفتن، در رابطه با پاورتیشو میفهمیدن، بعد ازشون پرسیدم خب دو تاشون که انگلیسی به زور بلد بودن بندگان خدا، ولی آقایی که داره مصاحبه میکنه با خبرنگارا گفتش که ما اومدیم اینجا که از جاستین ترودو بخوایم که تو برنامه‌شون، تو رزولوشنشون، تو قطعنامه‌شون، اساسنامه جدید، سیاست جدیدشون چیزو بذارن، سوشیال هازینگ و کمک به خونه ها. اینجا قسمتیه که دارن همه هاکی رو نگاه میکنن، راند سوم کانادا هنوز یک هیچ جلوه و در حال همه طرفدارای حزب لیبرال و تپ طرفدارای کانادا هم اینجا میگم از نزدیکی های دروازه رد شد دیگه این راه ها It is the third round United States and Canada hockey team Olympic Sochi. مصاحبهشه که بله مصاحبهش داره پخش میشه به فرانسه است، من نمیدونم در حال اون که داره چیز میکنه، ولی شعاری بودش که اینها داشتن و پوینتشون رو دادن. یکی از چیزهایی که روز دوم از چیز گذاشتن اینه که قانونی کردن فحشا رو قرار بودن تو قدنامه باشه، از حذفش کردن از تو قدنامه، ولی تو قدنامهشون بعدن یکی از توی اساس توی پالیسیشون سیاستشون کمک به بیماران که نیاز دارن اونها خودکشی کنند و اضافه کردن. نمیدونم در مورد لگالایزیشن قانونی شدن ماریجوانا من چیزی ندیدم که انجام بشه، در حال یک سری چیزا خارج شد، یک سری چیزا داخل شد، ولی نه اتفاقاً اون قانون شدن مریجوانا یا مروانا را لیبرال ها نمیخوان پیش بکشن، چون اون یکی از چیزایی که فردای انتخابات محافظه‌کارا اونو میتونن بر علیهشون استفاده کنن. اگه یادتون باشه در خود امریکا در انتخابات سراسری مطرح نشد، به خاطر اینکه گفتن که آقا قانون مروانا باید ایالتی باشه، یعنی ایالت به ایالت هر که تصمیم میگیره برابر خواسته های ایالت باشه، یک قانون کلی برای امریکا نباید باشه و همینطوری هم دارم میرم جلو، میبینی که در یکی دو تا ایالت قانونی شده رسمیش در ایالت کلرادو. من فکرم تو کانادا هم با اینمه که سیاست های لیبرال در این مورد هست، اینم فکر کنم استان به استان برن جلو،
یه قانون سراسری. حالا در حال چون میگم البته نکته‌ای که بود، خب به غیر از این مسئله ای که بود یه سری انتقاداتی البته خب بود که آقای جاستین ترودو همه دخالت داره میکنه، کسایی که علاقه داره خودش تو حوزه‌ای که میدونه انتخاب میکنه و روند عادی چیزو داره از دست میده، در حال روند عادی نامینیشن و نامزدی، پروسس نامزدی رو داره از دست میده. ولی در حال من یکی از بچه‌ها بودش، امیلی اگر عکسش رو داشته باشم اینجا، معتقد بودش که گفتش که آقا همینی که هست دیگه، به اصطلاح نه آدم چیزیه و آدم خیلی خوبیه آقای جاستین ترودو، و در حال منم بهش چیز میکنم، منم بهش رأی میدم و فرقم نمیکنه، ما رو چیز کرده، ما رو به اصطلاح این کار رو انجام داده برای ما، و در حال این انرژی میاد و مسلمن هارپر رو میتونه ببره. در حال بهش گفتم که هنوز خیلی زوده در این رابطه صحبت کردن، چون 50% ملت اصولا رأی نمیدن تو انتخابات، و اینایی هم که رأی میدن، اونایی که اصولا رأی میدن با 20% اینا خیلی پارامترهای دیگه تا یک سال و نیم دیگه در میان هست. ولی در حال خب راه طولانی هستش، ولی مسلمن نیرو جدید انرژی نشون میده یک کم شجاعتر شده جاستین ترودو، خیلی بی‌محابا‌تر حرف میزنه و اینا، خودش خب مثبت قدیم این خودش خب مردم خیلی دوست دارن آدمایی رو که میتونن نظراتشون رو بی‌محابا میگن، و این البته از نظر آمارگیری ها هم اون رأی گیری که روز جمعه منتشر شد 44% به آقای ترودو اگر امروز رأی گیری بشه، 42% به آقای هارپر، یعنی 2% هارپر کمتر از اون داره. ولی همونجوری که خودتون گفتین، کسایی که سر کارن، دولت سر کاره، وقتی سر کاره میتونه قانون، در حال ماشین چیز دستشه، ماشین دولتی دستشه، تلویزیون دستشه، و خیلی جاها میتونن خیلی تصمیماتی رو بگیرن، در آخرین لحظه اعلام کنن آقا به هر کی مثلا 20 دلار میدیم، 50 دلار میدیم، مثلا همه جا، مثلا ایران که قرار آقای احمدی نژاد به همه بچه‌ای که بلکی بچه دار شده هم 10 میلیون تومان بده، ولی یک قرار هم ندادن، نهار از این کارا زیاد میکنن دیگه، بعدش میگن اوپس اشتباه شد پول نیست. در انتخابات قدیم بین پرزیدنت کلینتون و پرزیدنت جورج اچ دبلیو بوش، جورج بوش پدر، خب به هر حال اون در رأس حکومت بود، چون اون موقع رئیس جمهور بود دیگه آقای بوش. بعد در مناظرات هم که انجام دادن آقای کلینتون یه حرفی زد که اون فکر کنم با رای دهنده ها تو ذهنشون موند، اون این بود تو ببین برای اقتصاد کشور همه ما یه ایده داریم، یه آقای بوش یه پرونده داره، چون تو رأس قدرت بود دیگه، از اقتصادم خراب شده بود. جالبه که جی لنو، حتما اسم این کمدین معروف امریکایی رو شنیدید، جی لنو اون موقع چون میگفتن که آقای بوش واقعا یه برنامه اقتصادی نداره و فلان اینا، این روابط عمومی آقای کلینتون خوب کار میکرد، جی لنو رو اون موقع آقای بوش دعوت کرد بیاد توی کاخ سفید برنامه اجرا بکنه، ایشون اومد این برنامه رو اجرا کرد و خیلی مورد توجه قرار گرفت، تو برگشت هفته بعد تو کالیفرنیا که شوی خودش ادامه بده. بعد اولین حرفی که زد گفتش که هفته پیش میدین که من کاخ سفید بودم، چون آقای بوش، پرزیدنت بوش به من زنگ زد، گفتش که جی من دلم میخواد بیام تو کاخ سفید برنامه اجرا کنیم. گفت من فکر کردم یکی سر به سر من میذاره ادای بوش رو در میاره. گفتم تو خود پرزیدنت بوشی؟ گفت آره. گفتم اگه پرزیدنت بوش هستی به من بگو برنامه اقتصادی چیه برای امریکا. گفت دیدم یه دفعه هیچی نگو. گفتم آه پس خودتی. یعنی اون حتی اون یه هفته دعوتم که کرد اونجا که اومد کاخ سفید، بلکه بتونه یه پیار خوب ازش بگیره، این با شوخی و طنز جی لنو در حقیقت حرفی زد که آقای کلینتون میخواست تو ذهن مردم بمونه. یعنی ببین این استراتژی هستش که میمونه، باید نمی که مثلا آقای هارپر الان خب در رأس قدرت دیگه، هر روز میتونه این ماشین
ناوگان خبری رو تو کنفرانس ها اینا داشته باشه و صحبت کنه و اونا بازتاب بدم. ولی چون آقای هارپر یه مقدار مشکل داره در پیام رسانی و خود او هم آدم جدیه، بعد که زبرا رو از راه دیگری وارد بشن بتونن ذهن کانادایی ها رو با پیام که آیندهشون میتونه توسط لیبرال ها جبران بشه و اونها بیشتر منافع آدمای عادی رو در نظر دارن یا تا اینکه منافع شرکت ها و پولدار ها را، این پیام در اقتصاد فعلی کانادا شاید خریدار داشته باشه. آقای سلطان در حال امیدواری واقعا در حال اینی که هستش اینی که خب در حال یه هزینه زیادی بود و یک تجربه خوبی هم بود انتخابات البته دوران آقای چیز آقای ترودو همزمان به هارپر و توماس مارلی رهبر NDP حمله کرد. NDP هم توی اپریل کانونشنشون از کنگرهشون هست توی یکی از استانهای فکر کنم ساسکاچوان باید بشه، انشالله امیدواریم که بتونیم اونم پوشش بدیم. ولی در هر حال الان همه میبینن جنگ هستی رو میبینن، این دوباره حزب بر اثر تلاشایی که بابری کرد، البته بابری می‌خواست خودش رهبر بشه، به خاطر همین هم تلاش کرد حزب رو نذاش متلاشیش، حزب آورد بالا و به شدت هم پشت چیز وایساده، پشت آقای ترودو وایساده. و در حال الان دقیقاً در حال حاضر بین ترودوس و هارپر و NDP چندان نقشی نداره در نقش فدرال البته، ولی خب خیلی از حوزه ها NDP رأی NDP باعث میشه که چیزا ببازن، چون کسی محافظه‌کار رأی نمیده به لیبرال یا به NDP، ولی کسایی که NDP هم ممکنه به لیبرال رأی بدن یا لیبرال هم به NDP رأی بدن و این رأی میشکنه. در حال استراتژیک رأی دادن هم خودش یک مسائل جدی است که احتمالاً بعد بعداً تحلیلش بکنیم ان شاءالله. در حال من فکر میکنم اگر چیزی نباشه، اگر البته حرف که خب حرفای جدی هستش و اینا خیلی مطالب زیادیه، ولی فکر میکنم ساعت 10:30 و 10:32 به وقت تورنتو و بوستونه. من اگر حرف دیگه ای دارید که لطف کنید در ضمن بگنه بقیه برنامه رو فردا انشالله با برنامه بیشتر از کنگره هم در خدمت دوستان عزیز باشیم. چیزی برای گفتن اضافه تر باید شکرم. نه آقای من خیلی ممنونم، خوشحال شدم که با شما و بینندگان خوبتون امشب یک گفت گفتگوی داشتیم. نه من دیگه حرفی تازه ندارم در رابطه با این موضوع، حالا انشالله فردا بیشتر گزارش های شما را توسط کارهایی که انجام دادی در 3-4 روز گذشته در مونتریال همه اینا را فردا انشالله دنبال میکنیم. من به شما و بینندگان خوبتون در سراسر دنیا آرزوی شب و روز خوبی را دارم تا انشالله یه برنامه دیگه در خدمتتون باشم. انشالله. در حال خیلی ممنون آقای جلیل مرتضوی از بوستون در رابطه با گفتگوی بود در رابطه با کنگره لیبرال ها و در حقیقت نقشش در ارتباط با مسائل. اینجا قسمتیه که دارن همه هاکی رو نگاه میکنن، راند سوم کانادا هنوز یک هیچ جلوه و در حال همه طرفدار حزب لیبرال و تب طرفدار کانادا هم اینجا میگم از نزدیکی های دروازه رد شد دیگه. It is the third round United States and Canada hockey team Olympics.